کنید براشون آشنا نیست، یک کم یک کوچولو نیازی به معرفی نیست. اگه که میشناسین توی کامنت ها خودتون بگید که کجا من تا چرا حرف نمیزنید. سلام علیکم، خیلی خوشحالم چون که خارج از محیط استدیو خودم دارم این ویدیو رو رکورد میکنم، استدیو آرن ابرونی. دو اینکه یه محصولیه که فکر میکنم برای خود من حداقل خیلی جدید بود و جذاب بود و خیلی هم چالش داشتم سر این محصول. در این تصویری که دارید مشاهده میکنید احتمالاً آلردی حد زدین که چیه. اسپیکره، بله اسپیکره، اما چه اسپیکری؟ اسپیکر تو کاره، یعنی داخل در واقع یک جایی شما میتونید اینو نصبش بکنید، حالا میزه، چه میدونم کابینت آشپزخونه است، هر جایی که دوست داشته باشی میتونید این اسپیکرها رو نصب بکنید، که در واقع این میزی که الان جلو دست منم هست همین اسپیکر داخلش نصب شده. من زیزه سلمی هستم، خوشحالم میکنید که همین ابتدا صفحه منو سابسکرایب و فالو داشته باشید که ویدیوهای بیشتری از من ببینید. اما محصول امروز یه محصول ایرانیه از برند مورف که نمیدونم باهاش آشنایی دارید یا نه، و در واقع اون نگاه اولی، اون لحظه که من جعبه رو باز کردم و اسپیکر رو دیدم، راستش خیلی متمایل نبودم که معرفیش بکنم، اما تا جایی که رسید به در واقع استفاده و باهاش کار کردم خیلی چی میگن راغب شدم که حتما بیام بهتون معرفیش بکنم. بریم با همین طراحی شروع بکنیم که خیلی هم چالش داره همین طراحیش، کلی هم در واقع ضعف میتونیم راجبش بگیم هم نکات مثبت بگیم. سه تا قطعه اصلی داخل همین جعبه که دارید میبینید، مدلی هم که الان تو دست منه SSE2. البته مدلای دیگه هم دارن که در واقع برندینگ میکنن، یعنی اگه شما یه شرکتی دارید یا چه میدونم مثلا حالا برای یک مجموعه بزرگتری بخواید، برای شما اون محصول رو در واقع میان میسازن، حالا از مدل های دیگه شون استفاده میکنن. اما این مدلیه که فکر میکنم پرکاربردترینشه اگر اشتباه نکنم، و در واقع مدلیه که در دست عموم قرار میگیره. SSE2 که داخل جعبش این سه تا قطعه اصلیه، یه سابووفره، یه اسپیکر دوقلو و به همراه این اسپیکر دوقلوشه و یه دونه پاور باکسه که این پاور باکسش هم کلی امکانات جالب داره که حالا جلوتر راجع به صحبت میکنیم. گفتم بهتون این جعبه رو که من باز کردم راستش خیلی از این مدل در واقع حالا چسبکاری و شاید متریاله و اینا یه ذره اینجوری بودم و دو به شک بودم که اصلا شاید محصول خوبی نباشه. این من نقطه ضعفی که میتونم به این محصول بگیرم راستش، و شاید بهتر بود که یه ذره ترتمیزتر و بهتر کار میشد. حالا یه چیزی هم که میتونم اضافه کنم به این قسمت اینه که شما اصلا قرار نیست که این سیما و چه میدونم این در واقع قسمت های دیگه شو ببینید، چون اینا همه میره تو کار و اصلا دیده نمیشه، شما در نهایت در واقع اینو میبینید همین. حالا این هول پکیجیه که شما در واقع دریافت میکنید اگر این محصول رو خریداری بکنید. شاید براتون سوال بشه که حالا چطوری نصبش بکنید، که در مرحله اول اگر تهران باشید و در واقع حومه تهران باشید، خودشون براتون به رایگان در حال حاضر نصب میکنن، و اگر هم نخواهید که در واقع کمک بگیرید، یه دفترچه راهنما داخلش هست که توصیه میکنم اون دفترچه راهنما رو حتما با دقت بخونید، چون که یه محصول ایرانیه، شاید یه ذره چالش بخورید که خب چجوری نصبش بکنم، چطوری کارایشو بدونم و چطوری مثلا از این پاور کنترل استفاده بکنم، که داخل اون کاملا براتون توضیح داده که در واقع چطوری باش کار بکنید. یه QR کد داره که به واسطه اون کاملا میتونید در واقع طریقه نصبش رو بدونید که به چه شکله، و اینکه حالا رو خودش هم در واقع اصلا داستان پیچیده‌ای هم نداره، در واقع چند تا سیمه که حالا سر هر کدومشون کانکتوره و به راحتی حالا روی این در واقع پاور باکس نوشته شده که مثلا این کابل رو به ووفر بزنید، اینو مثلا این برای مید رنج همون در واقع اسپیکرها، و به همین راحتی، خیلی پیچیده نیست. یکی از نقاط ضعفش، البته شاید هم ضعف نباشه، ولی خب دوست دارم که بهش اشاره بکنم که بهش آگاهی داشته باشید که توی نصب یه موقعی مثلا یهو بر نخورید به این ماجرا که این سیمش کوتاهه. سیمش کوتاهه، ولی خب براش راه حل دیگه، راه حل هست. شما میتونید اکستندش بکنید یا خودشون در واقع راهنماییتون بکنن که به چه شکل در واقع این اتفاق میتونه بیفته که چالشی نداشته باشید، محدود کننده نباشه براتون که حالا به خاطر اینکه سیمش کوتاه کجا نصب بکنید و اینا. قطعا براش راه حل هست، جای نگرانی نداره. یه چیز دیگه ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که در واقع این شابلون بهش میگن، حالا نمیدونم، اینکه توی نصب براتون اونها رو هم ارسال میکنن خود مورف،
که دیگه چالشی ندارید برای نصب، مثلا بگید خب من این الان چه جوری باید مثلا اندازه بگیرم و اینا، اون شابلونا رو بهتون میدن و در اختیارتون قرار میذارن. بریم سراغ پاور باکسش و ببینیم که چه امکاناتی بهمون میده. خب این قسمتش که شما میتونید در واقع چند تا چی میگن؟ کلیده؟ کلید نیست. چی بهش میگن؟ آریان کلید؟ آریان صدامو داری؟ الو 1 2 3 آریان جان. آریان صدامو داری آریان؟ نه 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 اینا مثلا میگی نه نه اینا مثلا کلید نیست، اینا دکمه است کلیده. اینا مثلا بله من همیشه چالش دارم سر گفتن اینا کلیده یا حالا هر چی که هست. به واسطه این 6 تایی که کلیدایی که اینجا هست شما میتونید صداتون رو مدیریتش بکنید، حالا میوت کنید صدا رو، ببخشید صدا رو کم و زیاد بکنید، نکست تراک، پریویوس تراک و پیرینگش هم همینجا قرار داره و پاورش هم اینجاست، روشن خاموش کردنش. و حالا یه شارژر در واقع وایرلس هم اینجا گذاشته شده. با شارژر 15 واتیش امکان فست شارژ رو بهتون میده و تقریبا از تمامی استانداردهای QI هم پشتیبانی میکنه، مثل اوورچارج و اوورهیتینگ و اوورولتاژ. حالا من خودم باهاش چالشی نداشتم، یعنی گوشیمو به راحتی با شارژ میکردم، گوشی آریانا با شارژ میشد و چالشی بهش در واقع بر نخوردیم. اما من فکر میکنم توی یه سری از نظرات برخی از جاهای دیگه خونده بودم فروشگاه ها این بودش که انگار که حالا بعضی از مدل ها و در واقع پشتیبانی نمی کنه یا اینکه عمل کردش خوب نیست، یعنی هی مثلا دیسکانکت میشه و کانکت میشه، اما برای من هیچ مشکلی نداشت. بذارید همین الان هم یه تست کنم. And done. صداشو شنیدی؟ اما برسیم به بخش عملکرد صداش. واقعا برای من جذاب و دوست داشتنی بود. اصلا انتظارش رو نداشتم که همچین کیفیتی رو بده، واقعیتش رو بگم، ولی کیفیتش خوب بود. اینجوری نیست که بهتون بگم خیلی خفنه و میگی که واو چه صدایی. نه اینطوری نیست. اگر که در واقع متخصص صدا باشین، خیلی با اسپیکرهای مختلف کار کرده باشین، صدا رو دقیق بشناسین، کامل بشناسین، بله شاید مثلا بفهمین که خب باگاش چیه و مشکلاتش چیه، شاید برای شما خیلی جذاب نباشه، اما واقعا حجم صدای قابل قبولی میده در مرحله اول. بلندی صداش فوق العاده است، تفکیک صداش خوبه. من باهاش چند تا در واقع موزیکای مختلفو گوش دادم، موزیکایی که وکال داره وکال نداره، موزیکای بیس قوی داره، بیسش زیاد قوی نیست در حقیقت، اما به صورت کلی عملکرد صداشو من دوست داشتم. برای من واقعا دلنشین بود و اوکی بود، هیچ مشکلی هم باش نداشتم. داخل پرانتز بهتون بگیم که انتظار عجیب غریبی نباید ازش داشته باشید که مثلا بگید خب برای مثلا مانیتورینگ ازش استفاده کنید و اینها، نه. یک اسپیکری که من میتونم اینجوری بهتون بگم یه اسپیکر در واقع معمولی، قرار نیست که صدای فوق‌العاده‌ای رو بهتون میده، صدای بدی هم واقعا نمیده، یه اسپیکر قابل قبول و معمولیه. آمپلیفایر 60 وات توان خروجی داره که صدا رو توی حالت استریو پخش میکنه، ولی چون میدرنج ها رو در واقع توی یه پک قرار دادن، شما صدای چپ و راست رو شاید نتونید درست تشخیص بدید. حالا کجا استفاده میشه؟ آها خیلی مهمه استفادهش. در مرحله اول من فکر میکنم اداره ها، چه میدونم کلاس های آموزشی، این دوتا رو من خیلی پیشنهاد میکنم. مثلا یه چه میدونم محیط در واقع حالا کلاس زبان مثلا، به نظرم خیلی اونجا میتونه کاربردی باشه، با توجه به اینکه حجم صدای خوبی هم بهتون میده، یعنی بلندی صداش هم مناسبه، توی یه کلاس آموزشی فکر میکنم خیلی مناسب باشه. در مرحله سوم چیزی که به ذهن خودم رسید اینه که خب جذابه برای کسایی که مثلا چه میدونم تو آشپزخونهشون خیلی اهل، شاید نمیدونم شما اهل رادیو گوش کردن هستی، برای من حالا رادیو که دیگه الان وجود نداره، ولی من همیشه توی آشپز تایمی که توی آشپزخونم خیلی پادکست گوش میدم. برای کسایی که توی محیط آشپزخونه خیلی کار میکنن و حالا میخوان که یک جایی در واقع ثابت داشته باشن، حالا اون حکم رادیوه، یه جایی ثابت باشه توی آشپزخونه، دیگه چالش این که اسپیکر رو بیارن توی آشپزخونه و وصل کنن رو ندارن. و آره من فکر میکنم که برای جاهایی که میخوان یه چیز شیک و پیکی داشته باشن، سیم و اینا تو چشم نباشه، جمع و جور و خوشگل باشه، در این حال صدای خوبی هم بده،
من فکر میکنم برای این محیط ها توصیه میشه. حالا گفتم آشپزخونه خیلی مانور دادم تو آشپزخونه، حالا نه تو اون سب مثال خودم رو زدم، ولی برای کسی هم که میخواد یه میز کار خوشگل و بوگولی و جمع جور داشته باشه، تمام سیما و کابلاش هیچی تو چشم نباشه، کاملا مینیمال، برای این اشخاص هم توصیه میکنم. آها، حالا یه نکته که خیلی درباره این اسپیکر و تمام اسپیکرها مهمه اینه که قرار کجا نصب بشه که چه صدایی بهتون بده، مخصوصا درباره سابوفرش. البته این درباره اسپیکرها هم صادقه. اینکه محل سابوفر کجا باشه خیلی توی کیفیت صدایی که میگیرید در واقع تأثیر گذاره، پس این نکته رو بهش حتما توجه بکنید که در واقع توی محل یه محفظه بسته قرار بگیره که بتونه صدای بهتر رو بهتون بده، بیس بهتر رو بهتون بده. این نکته رو حتما به خاطر داشته باشید. البته زمان که در واقع با خود سازنده هم صحبت بکنید میتونید ازشون راهنمایی بگیرید، قطعا راهنماییتون میکنند که چجوری نصب بشه که بهترین صدای ممکن رو به شما بده. شرکت مورفی شرکت دانش بنیان ایرانیه که تو زمینه طراحی و تولید گجت‌های الکترونیکی برای تجهیز دکوراسیون داخلی فعالیت داره و تمامی محصولاتشون از طراحی محصول، بردهای الکترونیکی تا مونتاژ و بسته‌بندی و بقیه چیزها به شکل کامل توی مجموعه خودشون شکل میگیره. بجز سیستم‌های صوتی، شارژرهای وایرلس، شارژرهای یو اس پی، کشوهای امنیتی و پریزهای تو کار رو هم در واقع تولید می‌کنن. همه محصولات مورف 18 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش دارن. من فکر میکنم دیگه تقریبا تمام چیزهایی که لازم باشه رو بهتون گفتم، اینکه کجا نصب بشه، نقاط ضعفش رو گفتم، نقاط مثبتش رو گفتم و فکر میکنم که به پایان این ویدیو نزدیک شدیم. در مجموع اضافه میکنم قسمت پایانی، من خودم به شخص هر محصول ایرانی که میشنوم ایرانی یه ذره اینطوری هم که او ممکنه که در واقع عملکردش خوب نباشه، اما درباره خروجی صدایی که این اسپیکر به من داد واقعا راضی بودم. شاید میگم اون در واقع متریاله و ساختش به دلم ننشست خیلی، اما صدایی که شنیدم برام قابل قبول. مرسی که تا پایین ویدیو همراه بودین. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه هر کدومتون تجربه ای از این برند دارین، محصولی ازشون خریداری کردین، حتما توی کامنت ها بنویسید که هم من هم بقیه بتونیم از تجربه شما استفاده بکنیم. و همین توضیح دیگه نمیمونه. آقای ابرونی، ویدیوی ما به اتمام رسید. ما رفع زحمت میکنیم. شما اگر کامنتی نسبت به این اسپیکرها دارید، ما خوشحال میشیم که تجربه شما رو بشنویم. خب صحبتی نداریم. چرا وسط ویدیوی من چرا تو داری کامنت میگیری؟ عجب، واسه کامنت دزدی تو روز روشن. آره کامنت میذارم، کامنت اول. کامنت توی ویدیو من میذاری؟ آره. دست درد نکنه، مننت. بابا یه چیزی بگو منو سابسکرایب کنم، منو فالو کنم. فالوش کن. اوکی. کامنت هم نگاه کنید، اگه نه فالو کنید. اضافه کنم که اگر قصد خرید این محصول رو داشتید توی کپشن ویدیو برید سر بزنید، اونجا آدرس پیج اینستاگرامیشون، وبسایتشون رو براتون میذارم، حتما سر بزنید. و اگر که در واقع قصد دارید که از این اسپیکر توی محیط کارتون، ادارتون استفاده بکنید، حتما لازمه که با خودشون خیلی مشورت به عمل بیاید، سراغ این محصولشون نرید، باهاشون صحبت بکنید که چه محصولی برای شما و اون محیطی که دارید در واقع مناسب تره. همین و خدافظی.